قاسم پرسیده که تو یک تحقیق از هواداران فوتبال به این نتیجه رسیدن که افراد از باخت تیمی که ازش بدشون میاد بیشتر خوشحال میشن تا برد تیم مورد علاقه شون. این پدیده مربوط به روانشناسی میشه یا مربوط به کارکرد مغز؟ به نظر برخلاف ساختار مغز هستش. من از این خبر ندارم، به نظر معنی نداره، درست برخلاف ساختار اساسی هستش. به خاطر اینکه وقتی که چیزی براتون ارزش داره اگر به دستش نیارید، اون همون بیپاداشی میشه که در بخش خارجی قشر حلقه پیشانی فرایند میشه و اونو میده به بخش فوقانی قشر سینگولیت قدامی و در اونجا یه احساس تلخی ایجاد میکنه. اگر کسی انتظار داره که تیمش برنده بشه و از باختنش لذت ببره، باید اختلالی در مغزش باشه. به نظر این اطلاعی نیستش، مقاله نیست یا درست متوجه نشدن، ولی این برخلاف ساختار مغز هستش. نمیتونه چنین چیزی، اگر اینجوری بود همه کارامون باید برعکس بود. از هر چیزی که به طور سرشتی بدمون میاد باید برامون لذت بخش میبود. ممنونم دکتر. یه سوء تفاهم شده بود در باره سوال قبلی که اینو ما اگه بشه درست بکنیم. سوال رو فکر کنم منظور کسی که سوال پرسید این بود که باخت تیم دشمن رو بیشتر دوست داریم تا برد تیم خودمون. نه اینکه باخت تیم خودمون. بله، در اون که مسلمه دیگه، باخت تیم مقابل در واقع یک لذت دوگانه ایجاد میکنه که هم تیم خودتون باخته و اون خطری که میتونست برای شما بیپاداشی ایجاد کنه و تلخی ایجاد کنه، این هم اضافه میشه. اینه اگر تیم مخالفتون برنده میشد، اون یه تلخی داشت و یه تلخی هم از این که تیم خودتون برنده نشده، پس یه تلخی مضاف ایجاد میکنه. فکر کنم سوال منظورش اینه که ما اگه تیممون ببره، لذتی که اون داره، لذتش از این که تیم مقابل باخته، لذتش کمتره. یعنی من فکر کنم یه مقدار دشمنی داریم با دشمنان، یعنی لذتی که داریم از زرج کشیدن دشمنمون از لذتی که خودمون برنده بشیم به نظر میرسه. در این سطح واقعا قابل مطالعه علمی نیستش. اینا سابجکتیوه. درسته. شما اگر بی‌طرف باشید، تیم استقلال یا پرسپولیس بی‌طرف باشین و نگاه کنین ببینین کدومشون از بازی بهترشون لذت ببرین، اون که بهتر بازی میکنه از اون لذت میبرین. ولی اگر از قبل ذهنتون شک گرفته باشه که حالا طرفدار پرسپولیسین یا طرفدار استقلالین، اون وقت این در تاثیر میکنه در پیشبینی پاداش. اینا اساس پیشبینی پاداش هستش، یه سیستمی هستش که پاداشا رو پیش بینی میکنه و براشون ارزش قائل میشه. حالا اینا اگر شما این به دست نیارین، این بهش میگه خطای پیش بینی، حالا میتونه منفی باشه یا مثبت، خطای پیش بینی ارزش. شما اگر مغزتون خطا کنه، انتظار دارین پرسپولیس ببره ولی استقلال میبره، اون وقت این خطایی که در مغزتون ایجاد شد، این براتون، شما طرفدار تیم اولی بود این حالا باخته، این براتون تلخ در میاد. ولی اینا رو البته میشه واقعا مکانیسماشو از همین ساختار پاداشی و بیپاداشی و مجازات اینا رو همه رو توجیهشون کرد، ولی اینا واقعا سابجکتیو هستش. بابک، خب عرض کنم که MTI پرسیده که آقای دکتر، آیا این شایعات تلقین حقیقت دارد که مثلا یک شخصی و چشماش رو بستن و گفتن یک وسیله داغ میزنن به بدنش در حالی که اون وسیله داغ نبوده ولی اون قسمت از بدنش سوخته؟ نه، ببینید، تلقینات میتونه ادراکات، احساس ادراکات رو عوض کنه، ولی هیچ وقت نمیتونه تأثیری بر بافتا داشته باشه. یعنی شما در تمام پلاسبوها، شبه داروها، اینا همه میتونن
ادراک آدم، مثلا کسی که درد داره میتونین با تلقین بهش یک شفه دارو بدین و اون احساسی که از درده ایجاد میشه، نه خود درده، ولی واکنش احساسیش به درده رو تغییر بدین، ولی هیچ وقت نمیتونین روی بافتش اثر بذار. نه، این کاملا بیمعنی هستش که با تلقین بشه بافت و آسیبش رسون، حالا بافت چه پوست باشه چه مغز باشه، بیمعنی هستش، نه چنین چیزی امکان نداره. سپاسگزارم.